خون همه سرخ است و شبیه هم. این یکی از پیام‌های شفاف انقلاب اسلامی ایران در سال 57 بود. پیامی برآمده از دل‌های خسته از تبعیض توده مردم. چگونه یا این شروع پرشور و انقلابی تداوم خواهد یافت؟ این سوالی بود که در ذهن بسیاری از مردم وجود داشت. بسیاری از انقلاب‌های معاصر با گذشت زمان از شعارهای اولیه‌شان منحرف شدند و حالا در ایران نگاه بسیاری به مسئولان است که چه میزان به آرمان‌های انقلابی پایبند ماندند. عالی‌ترین مقام کشور، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، پس از دوران نقاهت در بیمارستان با مردم سخن می‌گویند. من دو کلمه می‌خوام که صحبت کنم. یکی راجع به حال خودم که الحمدلله بد نیست و شاید تشریفات زیاد برای من مهیا کردند آقایان اطباء، آقای وزیر بهداری، تشریفاتی که ما عادت بهش نداریم، ما طلبه ها عادی نیستیم به اون. عالی ترین مقام ایران بار دیگر راهی بیمارستان می شوند. همان شخصی که پیش از این دو بار به دلایل مختلف در بیمارستان بستری شده بودند. یک بار در سال 60 و پس از سوء قصد به ایشان در مسجد ابوذر تهران. طبیب معالج من و همه اطبایی که دست اندر کار معالجه من بودند معتقدند که عامل اصلی در نجات جان من، که امیدوارم برای آینده اسلام به درد بخوره، دعاهای مردم بوده. و دیگری در سال 70 به علت جراحی کیسه صفرا. به من گفتن عمل که خب خیلی سریع انجام میگیره، یعنی کوتاه مدته، منتها به من گفتن حدود دو روزی شاید در بیمارستان من باشه. صبح روز دوشنبه 17 شهریور امسال پای یک عمل جراحی دیگر در میان است. یک عمل جراحی من دارم، البته با دو قید: اول برای مردم مزاحمتی درست نشود، دوم بیمارستان دولتی باشد. سه بودن که حتما عملشون توی بیمارستان دولتی انجام بشه. نام بیمارستان با درد و رنج و نگرانی گره خورده است. بیماران هر روز به بخش‌های مختلف بیمارستان مراجعه می‌کنند و تحت درمان قرار می‌گیرند. رهبر انقلاب هم در یکی از اتاق‌های همین بیمارستان بستری بودند و دوران نقاهت پس از عمل تا سلامتی کامل را در اینجا گذراندند. پزشکی که جراحی روز دوشنبه را به عهده داشت، پیش از شروع جراحی ضمن تشکر از اطمینان حضرت آیت الله خامنه ای به ایشان میگوید چند سال قبل که خودش به عمل جراحی نیاز داشته، یکی از پرستاران به او پیشنهاد داده برای این کار به آمریکا سفر کند و او در پاسخ گفته است که برای انجام جراحی ایران را انتخاب کرده. در حالی که بعضی افراد حتی برای جراحی ساده‌ای به خارج از کشور سفر می‌کنند، رهبر انقلاب اسلامی پس از پایان دوره درمان و هنگام ترخیص از بیمارستان می‌گویند: لکن بالاتر از تشکر اینه که من به این دکترهای خودمون افتخار کردم. من افتخار می‌کنم که ایران عزیز ما از لحاظ سطح پزشکی و توانایی‌های پزشکی در سطحی قرار داره که جای اون داره که ملت ما به وجود این تعداد پزشک، چه جراح، چه پزشکای داخلی، چه انواع و اقسام کسانی که خدمات پزشکی انجام میدن، چه پرستاران، افتخار کنه واقعا ملت ما که ما الحمدلله این ثروت عظیم رو در اختیار داریم. این روزها دولت با اجرای طرح ارتقاء سلامت در تلاش است با کاهش هزینه ها دستیابی عمومی به خدمات درمان را تسهیل کند تا بیمار جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد. 35 سال از بهمن 57 گذشته است و این تصاویر میگوید که ساده زیستی مسئولان نظام و تنظیم زندگیشان با متوسط مردم یک اصل تغییر ناپذیر در جمهوری اسلامی است. اگر به عیادت شما می آمدم و می دیدم که چه آرام روی تخت بیمارستان دولتی شهر ما خوابیده اید،
دلم بیشتر قرص میشد از اینکه راه و منش و مکتب و سیره امام جاری بوده و هست و خواهد بود. همان امامی که شیر قرآن روز و رهبان شب بود. این پیام یکی از کسانی است که به صورت مجازی به عیادت رهبر انقلاب آمده بود. عیادت مجازی ابتکاری بود برای آنهایی که می‌خواستند به بیمارستان محل بستری رهبر انقلاب بروند، اما به دلیل محدودیت‌های مختلف نمی‌توانستند. بیمارستانی که از ساعت اولیه صبح دوشنبه چند باری پذیرای سران قوا، مراجع تقلید و استادان برجسته حوزه و دانشگاه، مسئولان نظام، خانواده‌های شهدا و برخی شخصیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی بود. اول شما تیکه های من از این کار شما رو دیدم. پایتخت. یه فیلم ایرانیه. مهمیه. من همیشه اعتراضم به هنرمندا اینه که حتی دیالوگ ها رو از روی چیزای فرنگی، کپی های فرنگی انتخاب. این خب خیلی غلطه، خیلی بده. این نه، یه فیلم ایرانی کامل درست داره. شما خوب میشه؟ بلا دون شما شلا که هر بلایی که از تو آید رحمتیست، هر که را رنجیدهی اون راحتیست. زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند اون رخ تا بنده را. ما اگر بخواهیم تجمل و اشرافیگری و اسراف و زیاده روی رو از جامعهمون که واقعا بلای بزرگی است ریشه‌کن کنیم، با حرف و گفتن نمیشه. از یک طرف بگیم، از یک طرف مردم نگاه کنن ببینن عملمون جور دیگه است. خب باید عمل کنیم. عمل ما باید مؤید و دلیل و شاهد بر حرفهای ما باشه تا اینکه اثر بکنیم. بیش از 500,000 نفر از ایران و کشورهای مختلف جهان به عیادت مجازی رهبر انقلاب اسلامی رفتند و ده‌ها هزار نفرشان نیز با درج پیام‌های مختلف علاوه بر آن که محبت و ارادتشان را به رهبر خود نشان دادند، جلوه‌های نوین از قدرت و استحکام انقلاب اسلامی را نمایاندند. امام و مردم دو کانون اصلی عهد و پیمانی هستند که مفهوم ولایت را محقق می دارند. عهد بیعتی که بین امام و امت برای حفظ اسلام و اقامه عهد انعقاد یافته است. مردم یک بار دیگر آن میثاق دیرینه را تازه کردند و هویت تاریخی خیش را در بیعتی دیگر بار با امامشان باز یافتند و با این بیعت از محدودی زمان و مکان فراتر رفتند و خود را به 18 ذیحجه سال 10 هجری رساندند و در قدیر خم بر اکمال دین و اتمام نعمت شهادت دادند.